قاچاق نفت با همکاری رژیم ایران و شرکت چینی کاسکو. حمله ماموران جنایتکار گارد ویژه به زندانیان در زندان سقز. هشدار رئیس شرکت آرامکو نسبت به ادامه حملات رژیم ایران. به گزارش خبرگزاری رویترز، شماری از نفتکش‌های متعلق به شرکت چینی کاسکو برای ردگم کردن رادار شناسایی خود را خاموش کردند. احتمال داده می‌شود که این نفتکش‌ها برای حمل و نقل غیرقانونی نفت خام ایران به کار برده می‌شوند. حرکت تانکرها با خاموش کردن رادار شناسایی از جمله شیوه‌هایی است که رژیم ایران برای حمل و نقل نفت خود استفاده می‌کند. خاطرنشان می‌شود وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه 3 مهر ماه 5 فرد و 6 نهاد چینی را به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه رژیم ایران تحریم کرد که از جمله آنها 2 شرکت تابعه کشتیرانی کاسکو بودند. در پی اعتراض زندانیان در زندان سقز به تبعید یکی از زندانیان به زندان کامیاران، نیروهای سرکوبگر گارد ویژه زندان به زندانیان معترض حمله کردند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. 130 تن از زندانیان در بند 70 نفری زندان سقز در شرایط وخامت باری نگهداری می شوند. طی چند روز گذشته بارندگی های شدید و جاری شدن سیل در استان سیستان و بلوچستان و بر اثر تخریب زیرساخت ها در حاکمیت پلید آخوندی با کمال تأسف جان تعدادی از هموطنانمان را گرفت. به گزارش مدیریت بحران رژیم در این استان، بارندگی های 11 روز اخیر در این استان 3 کشته در شهرهای دلگان، سرباز و کنارک بر جای گذاشت. آخوند روحانی با اعتراف به مداخله جویی و اعزام نیروهای رژیم به عراق در پوشش دجالگرانه 40 گفت همه نهادها و نیروها، نیروهای مسلح و نیروی نظامی و بسیج در آن شرکت دارند. به حمدالله همه دستگاه ها و ارگان ها هم مشارکت میکنن، هم کمک میکنن، از شهرداری ها گرفته، از وزارت بهداشت گرفته، راه گرفته، کشور گرفته، نیروهای مسلح گرفته، نیروی انتظامی گرفته، بسیج گرفته، وزارت خارجه، هلال احمر، وزارت ارتباطات، همه نهادها، همه ارگانها، همه نهادهای عمومی غیر دولتی، اصلا کسی نیست که این افتخار نصیبش نشه. امین ناصر رئیس شرکت نفتی آرامکو عربستان سعودی در یک کنفرانس خبری در لندن درباره حمله رژیم ایران به تأسیسات نفتی عربستان سعودی گفت اگر پاسخ روشن بین‌المللی به این حمله داده نشود، حملاتی از این دست ممکن است ادامه پیدا کند. وی افزود فقدان عزم جهانی برای رسیدن به عکس‌العملی در خور و مصمم در مقابل این حمله مهاجمان را گستاخ‌تر می‌کند و امنیت انرژی جهانی را به طور جدی به مخاطره می اندازد. در نشستی در مجلس ارتجاء با حضور کارگزاران رژیم از وزارت کشور، اطلاعات، خارجه و سازمان هلال احمر رژیم آخوندی، مازنی عضو مجلس ارتجاء براشفتگی و استیصال رژیم از موقعیت بین‌المللی مجاهدین را به نمایش گذاشت. احمد مازنی گفت در عرصه بین‌المللی دشمنان ایران و حامیان تروریسم علیه ایران چنان تبلیغ می‌کنند که نه تنها ایران را قربانی تروریسم جلوه نمی‌دهند، بلکه ما را حامی تروریسم نیز معرفی کردند، به طوری که یکی از بحث‌هایی که همواره ما با دولت فرانسه و برخی دولت‌های غربی داشته‌ایم این بوده است که چرا از مجاهدین حمایت می‌کنند.